تراکتور ساز استی همش آهن توش داشت، من اشتباه کردم، اون استیل اون تراکتور اینا هر دوش از یه دونه ماده درست میشه. استیل عظیم، استیل عظیم بازی میکنه دیگه. کی بازیکن مورد علاقه دیگه داری تو ایران؟ تو ایران مهدی مدوی کیا، مهدی مدوی کیا دوستش خیلی، اونم استیل عظیم بازی میکنه. استیل عظیم ولی همیشه اسطوره بوده برای ما، چون کسی بوده که بهش نگاه میکنیم 8 سال 9 سال تو آلمان بازی کردن و سیم لیو خیلی عالی بود. بازیکن خارجی کی رو دوست داری؟ کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو، خب قیافتم یه ذره مم میخوره، به این دلیل انتخاب کردی؟ نمیدونم. نمیدونی. خب کریستیانو رونالدو. یه ذره جناب آبیان یا قرمزی شما؟ آقا ما قرمزیم، شرمنده. خدا. آخ همه که پس چرا الان 5-6 تا بازی پشت سر هم باختین؟ دلیلش میدونی؟ من اصلا بازی رو دنبال نمی کنم. ولی من قرمز یاری دنبال نمی کنی. اصلا بازی ایران خیلی خب، پس ایشون قرمز شدن. آبی نیستن. بله آقا. قرمزی هستین. خب عرض کنم از بازیکن فوتبال آمریکایی کی رو دوست داری؟ فوتبال آمریکا. تیم به خصوصی دوست داری؟ نیویورک رد بولز. LA Galaxy. او فوتبال ساکر داریم میگیم. آها. بله. آه تیم فوتبال هم داشتیم. نه همون درست گفتی. گالکسی رو دوست داری؟ LA Galaxy خیلی خوب. رد بول هم دوست داری؟ رد بول برای اینکه تری هانری آوردن. آها. خیلی بازیکن فرانسوی. بازی های باشگاهی امریکا رو چطور میبینی در مقابل بازی باشگاهی ایران؟ اینجا فکر کنم ما ایران 5-6 سال قبل ما بهتر بودیم. الان فکر کنم از نظر بدنی اینا خیلی قوی هستن، خیلی عالیان. از نظر بدنی فکر کنم تکنیکی ایران هنوز خیلی هستن، تکنیکشون شاید بیشتر باشه، ولی از نظر بدنسازی اینجا بعد هیکلاشون، هیکل ایرانی هم گنده است، ولی از نظر بدنسازیشون خیلی عالیان. ولی من توجه میکنم خب فوتبال لیگ MLS امریکا خیلی تیم عالی بازی میکنن. درست. واقعا از نظر سرعت، بله. از نظر اون سماجت، بله. و از نظر گل زدن و از همه نظر خیلی خوب بازی میکنن. بله. چند تا سوال شده بود که فکر من اومد که حال شما که اینجا هستی مطرح بکنیم. یک بوده آیا کسانی که در ایران به عنوان مثال هستن و دوست دارن بیان امریکا حرفه بازی کنن، بله. اول اونا که در ایران هستن میخوان ورزش بازی کنن، مثل تو که محمد رکنیپور که در تیم نوجوانان و جوانان بازی کرده، بله. اگر در تیمای ملی و جوانان اینا بازی بکنید خیلی راحت تر میتونید میایین اینجا مورد توجه قرار بگیرید. این به تو کمک کرد که اونجا بازی کردید؟ درسته. خب بعد نگاه کنی که اول میان اینجا یه دفعه نمیتونی بری حرفه‌ای بازی کنی. اصولاً حرفه‌ای بعد از دانشگاه شروع میشه. اصولاً 100%. خودت هم عقیده هستی. الان ارسلان کاظمی که داره بسکت بازی میکنه در دانشگاه رایس. بله. اول داره اونجا بسکتبال تو تیم ملی هم بازی میکرد. البته داره بسکتبال بازی میکنه، بعداً شاید حرفه‌ای بشه. 100%. درست. دانشگاه راهی است برای حرفه‌ای شدن. بله. آیا اندازه تحصیلی آماده هستین بیان برین دانشگاه؟ چون اگه نتونین واقعا درس بخونین نمیتونین در دانشگاه بمونید. بله. و در تیم بمونید. درسته. بعد اگر فکر میکنید که فقط یک بازیکن خوب با علاقه هستید کافی نیست، فقط فکر کنید که من یه بازیکن خوبم کافیه؟ نه اصلا. از همه نظر باید اون دیگه داشته باشی. چجوری بهتون بگم؟ شیوه بازی کردن شما باید بتونید، مثلا ایران شیوه بازی کردن اونها فرق داشت، خیلی صحبت کردن ها فرق داشت، داد میزدی سر تیم ایدت، مربی سر داد میزد، چیزایی که خیلی فرق داره. اینجا میای خیلی چیزا میدونید فرق میکنه. ایران مثلا سر تمرین دوبار نمیرفتی، بعد روز بازی میمد تو بازی میکردی، چون یکی از بهترین بازیکن‌ها بودی. اینجا نمیذارن. اینجا بهترین بازیکن باشی تمرین نکنی بازی نمیکنی. بله سرتن. به اضافه منظور این سوال این است که فقط اگه فکر کنم من خیلی بازیکن خوبم میرم اونجا، نه کافی نیست، باید از نظر اخلاق، دیسپلین و بازی تیمی و رفتار، کردار، همه اینو باعث میشه. و همچنین گفتیم باید از نظر تحصیلی هم آماده باشین اگه میخواین بیاین برین در دانشگاه بازی کنین. و اگرم معذرت میخوام